انتشار یک فایل صوتی از مکالمه دو فرمانده سابق سپاه درباره فساد اقتصادی در این نهاد بحثی داغ درباره سیستماتیک بودن فساد در ساختار جمهوری اسلامی به راه انداخته. به این برنامه صفحه دو خوش آمدید. هفته پیش رادیو فردا فایل صوتی از مکالمات دو فرمانده سپاه منتشر کرد که نشان از فسادی گسترده در قالب بنیاد تعاون این مجموعه داشت. حاکمیت بعد از تایید اصالت این فایل صوتی روایتی تازه ارائه کرد، روایتی که تلاش می‌کند دامن بعضی افراد نام برده شده در این فایل را پاک نگه دارد و در عین حال سپاه را نهادی فساد ستیز معرفی کند. اما چقدر این روایت با واقعیت تطابق دارد؟ آیا از زمان رسیدگی به این پرونده ساختاری که در قالب آن چنین فسادهای اقتصادی شکل می‌گیرد تغییری کرده و اصولاً چرا نهادهای نظامی در ایران تا گردن در فعالیت‌های اقتصادی فرو رفتند؟ در این برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی که از پاریس به ما پیوسته، و آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی که از پراگ با ما هست. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای علیجانی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. چقدر فکر میکنید بتونیم بگیم که این اتفاقاتی که افتاده و در این حال روایتی که حاکمیت ارائه میکنه با واقعیت تطابق داره، و اگه نداره چه بخش هایش نمیخونه با هم؟ با سلام آقای افشار، خدمت شما بینندگان عزیز و آقای آرش حسنیای گرامی. ببینید، این وضعیت در قضاوت عمومی ناشی از حکمرانی بسته و حامی پروره، یعنی دانه درشت های فساد و دانه درشت های جنایت دهه هاست که مسئول موندن. الان هم در رابطه با این فایل بخوام مستقیما به متن فایل ارجاع بدین، سوالات مهمیه. ببینید، دستگاه قضایی همیشه معاونا رو محکوم میکنه، نه رئیسا رو. یعنی آقای اکبر طبری محاکمه میشه، آقای آموری لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت میشه، سعید امامی محاکمه میشه، آقای دوری نجف آبادی تبرئه میشه، عیسی شریفی محاکمه میشه، قالیباف رئیس مجلس میشه. خب این یه سوالیه دیگه. حالا ما از سعید طوسی ها و اینا بگذاریم که خب از سرمون شمس، این نماد یک فساد سیستماتیک است در شیوه حکمرانی که دانه درشت‌های جنایت و فساد تبرئه میشن. و سوالات مهمی در رابطه با این فایل هست. یک، خب قالیباف چرا پاسخی داده نمیشه؟ قالیبافی که 8,000 میلیارد تومان رو خارج از وقت اداری، خارج از مکان اداری میخواست سنبلش کنه. آقای قاسم سلیمانی چرا مانع شفاف سازی و مبارزه با فسادی میشه که به سپاه قدس هم مربوطه و چرا میخواد از قدرت آقای خامنه‌ای استفاده بکنه؟ چرا طائب از قالیباف دفاع میکنه؟ چرا جعفری، عزیز جعفری، یک سال زودتر برکنار میشه؟ و از همه مهمتر، اساسا این پولا کجا رفته؟ ببینید، ما مال باختگانی که از همین شرکت های زیر دست سپاه اموالشون خورده شده بود و حالا به عبارتی رفته بود دست سپاه قدس، آمدن تو خیابون و نهایتا دولت روحانی از بیت المال اینا رو پرداخت. ولی این 8000 میلیارد تومان، پرونده های دیگری که از 10000 میلیارد تومان، 13000 میلیارد تومان، اینا پولاش کجاست؟ اینا چیزایی است که خب افکار عمومی نمیپذیره. و یک نکته در پایان بگم، ببینید، ریشه فساد سپاه پاسداران جدا از اون حکمرانی بسته و حامی پرور و اینها، در تمرکز قدرت و حمایت بی قید و شرط رهبر جمهوری اسلامیه که بنا به خاطرات آقای هاشمی مانع نظارت بر نهادهای زیردستیش میشه. این برای سپاه یه نوع مسئولیت آهنین میاره، یه نوع هیمنه میاره، همونی که حسن روحانی هم گفت و گفت سلمان ابوذر باشن فاسد میشن. دوم، مسئله دور زدن تحریم هاست که خب دیگه همه میدونن تو اقتصاد سایه توش فساده. سوم هم نهاد سپاه قدسه که اساسا همه چیش بی حساب کتاب، بی نظارت، هیئتی اداره میشه و اونجا فساد خیزه. حالا ما در
از منظر سیاست خارجی، سیاست خارجی ماجراجویانه و ضد منافع ملی آقای خامنه‌ای رو نقد میکنیم. این پرونده یا این فایل صوتی آن روی سکه اون سیاست ضد ملی فساد اقتصادی که در این نوع سیاست نهفته است که شما برین شرکت‌های بزنین مال ولایت باشه، هیچ کی بهش نظارت نکنه، 90% سودتون هم باید بدیم به سپاه گوز. همینجوری هیئتی، همونطور که آقای قاسم سلیمانی پا میشه میره پیش رئیس کمیته امداد میگه پول ندارم، پول بده مثلا فاطمیون حقوقشون رو بدن. خب این سیستم هیئتی از توش فساد در میاد و این چیزیست که این فایل اون رو دوباره تایید کرد. آقای حسنی، صحبت از چندین هزار میلیارد تومان در این چند روز گذشته بارها و بارها شده. خوب اگر بتونید خیلی سریع به ما بگید که این عدد و رقم‌ها به چه معناست؟ واقعیت اینه که اعداد حیرت انگیزی هم در این فایل صوتی و هم در پرونده های مربوط به فساد اقتصادی در سالهای اخیر به رسانه ها راه پیدا میکنه و شنیده میشه. به نظر میرسه که این اعداد و ارقام هم مشمول تورمی شده که خب بالای 40-50% اقتصاد ایران رو تحت فشار قرار داده. صحبت بر سر 8,000 میلیارد تومان هست. یک تفاهم نامه 8,000 میلیارد تومانی در سال 96-97 که در اون زمان معادل بیشتر از 2 میلیارد دلار ارزشش بوده. اگر همین رو بر مبنای دلار امروز بخوایم بسنجیم، این 2,000 میلیارد رو باید ضرب در 25,000 تومان در خوشبینانه ترین حالت بکنیم و یک عدد نجومی شگفت انگیز رو باهاش روبرو خواهیم شد. همینطور یک صحبت از یک اختلاف حساب قرارگاه خاتم با دولت هست به ارزش 20,000 میلیارد تومان. اینکه دولت مدعی بوده طلب این نهاد از او 10,000 میلیارد تومان بوده و خود قرارگاه خاتم فکر میکرده یا ادعا داشته که 30,000 میلیارد تومان طلب اوست از دولت. همینطور صحبت بر سر یک عدد 13,000 میلیارد تومانی است که منابع و اموال شهرداری تهران، در واقع اموال شهروندان تهرانی، به شرکتی متعلق به هلدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران منتقل شده و در یک دعوایی که ما هیچ جزئیاتی از اون نداریم و چون این پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی شده، 4-5 سال بعد قرار بر این شده که اندکی از اون مبلغ به شهرداری تهران، در واقع به اموال شهروندان تهران بازگردانده بشه که درصد بسیار کوچکی از اصل پولی بوده که جابجا شده. نکته این هست که این اعداد اگرچه مهم هستند، این اسامی اگرچه بسیار اهمیت دارند، اما در پس این اعداد و در پس این اسامی بسیار مهم که باید حتما بهش پرداخته بشه و باید حتما شفاف بشه، صحبت بر سر این هست که ما با یک فساد سیستماتیک، با یک فساد سیستمی و ساختاری روبرو هستیم که هر آدمی و هر اسمی رو به جای این افراد میشه جایگزین کرد و باز اتفاقی نیفته و این اعداد هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشن، چون در یک فساد سیستماتیک روبرو هستیم و این کاملا متفاوت با این هست که تعدادی مفسد یا تعدادی آدمی که سلامت دست ندارن، پاک دست نیستن، بر رأس امور قرار گرفتن. این اصلا کاملا دو مقوله مجزاست و باید فکر میکنم که به این بسیار پرداخته بشه. امروز هم خبرگزاری فارس مطلبی در همین مورد منتشر کرد، گفته شد که خب افرادی در اینجا اعتماد بیجا کردند و بعدتر هم محاکمه شدند، حکم گرفتند. آیا از زمانی که این حکم ها صادر شده، 2 سال از این موضوع دست کم داره میگذره، هیچ نشانه وجود داره که تغییری در این سیستم شکل گرفته که چنین فسادهایی شکل نگیره دیگه؟ آقای حسنی باشه. بله، ببینید، من ارجاع میدم به گزارشی که بانک جهانی سال 2017 درباره فساد سیستماتیک و ویژگی‌هاش منتشر کرد و این ویژگی‌ها رو چند تایش رو با هم دیگه مرور بکنیم. اگر این ویژگی‌ها در اقتصاد و در سیاست ایران تغییری کرده، میشه امیدوار بود که چنین چیزی که شما می‌فرمایید رقم خورده باشه. اگر همون شرایط باقی مونده باشه، میتوان با اطمینان بسیار بالایی گفت که کماکان ما با این مشکل مواجه هستیم. انحصاری بودن قدرت مرکزی یکی از ویژگی‌های فساد سیستماتیک است که بانک جهانی معرفی می‌کنه. دسترسی انحصاری بر ثروت عمومی، امکان ارجحیت دادن اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون، نبود رقابت سالم و آزاد در بازار، داشتن امتیاز خاص
در بهره برداری از منابع، همینطور بهره برداری از منابع از طریق روابط سیاسی، حمایت سیاسی برای داشتن شغل و پست، نقض قوانین با استفاده از قدرت سیاسی و ویژگی های دیگه. شاهد هستیم که تمام ویژگی های مربوط به فساد سیستماتیک در یک جغرافیای سیاسی و اقتصادی کماکان در اقتصاد ایران در سالهای اخیر برقرار بوده و چه بسا شدیدتر شده. گواه اون هم رتبه ای است که ایران در گزارش توسعه، در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در گزارش اخیر این سازمان به دست آورده، رتبه 150 از 180 کشور که ایران رو در کنار، به لحاظ گستردگی و شاخص ادراک فساد، ایران رو در کنار کشورهایی مثل گواتمالا، گینه یا تاجیکستان قرار داده. و همینطور سرنوشت اسامی افرادی که در همین فایل هم از اونها یاد میشه و امروز شاهد اون هستیم که آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هست، آقای جمال الدین آبرومند مشاور ایشون هست، یا آقای طائب کماکان سمت خودش در اطلاعات سپاه رو حفظ کرده، و آقای آیت الله ابراهیمی که در اون زمان در بانک انصار بوده و خب وضعیت بانک انصار وضعیت وخیمی بود قبل از ادغام در بانک سپه، امروز مدیر عامل بانک سپه هست. یعنی از ایشون تشویق و تمجید هم صورت گرفته و این مهمترین و بزرگترین نشانه است که وضعیت تغییری نکرده و چه بسا بدتر شده. شاید باید به این بحث بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی هم بدتر برگردیم، اما آقای علیجانی می‌خواستم از شما بپرسم که در مقاطعی گفته میشد که این نهادها لازم هست برای اینکه تحریم ها رو دور بزنند و عملا اون منابع اقتصادی که احتیاج دارن رو خودشون تامین بکنن، و وقتی این منطبق شد بر نهادهای نظامی که اصولا فعالیت های اقتصادی نباید بکنن چون نمیشه به اونها نظارت کرد و مسائل امنیتی درگیر اونها میشه اگر فسادی درش اتفاق بیفته در هر کشوری، این نهادها چطور عمل کردند و چرا کار در ایران به این شکل پیش رفت؟ آیا کشور دیگه‌ای در میشه فکر کرد بهش که نهادهای نظامی تا این حد در مسائل اقتصادی درگیر باشن؟ ممکنه در کشورهای دیگری هم نهادهای نظامی یا اون حزب حاکم مثلا در چین در اقتصاد مداخله بکنه، ولی نه در این حد و نه با این فساد انبوه. ببینید در ایران یک آدم مطلق العنانی اون بالا نشسته میگه همه نهادهایی که زیر دست من هستند نظارت بر اونها ممنوع، و این همونطور که در قسمت قبلی بحث گفتم این خودش سرمنشأ فساده. یعنی بدون نظارت این دیگه دستاورد بشری، تفکیک قوا، نظارت قوا بر هم، دادگستری سالم، آزادی بیان. ببینید وقتی مطبوعات نمیتونن سرک بکشن بین حوزه ها، خب دورش چتر امنیتی میبندن، ولی آیا نهادهای نظارتی، خود همین سپاه مگه اطلاعات نداره؟ حراست مگه نداره؟ ولی ما میبینیم سردسته این فساد حامی اصلیش آقای طائبه. ببین آقای سرفراز یه پله رفت بالا، تو این نوار اینا جرئت نمیکنن یه پله از طائب برن بالا. آقای سرفراز میگه که آقای طائب وصل میشه با آقا مشتبه و ما میبینیم سرفراز برکنار میشه، همونطور که عزیز جعفری برکنار میشه. ببینید تو این فایل ما دو دسته میبینیم، یه دسته آقای قالیباف، طائب، قاسم سلیمانی و افراد دیگری مثل سردار آبرومند و نمیدونم مهردادی و اینا، یه دسته هم عزیز جعفریه، همین ذوالقرنیاس و سعید محمده. الان وقتی این فایل منتشر شده بین جریان ولایی بحثه که اینو کی منتشر کرده. بعضی ها گفتن قالیباف چون دوم در آورده میخواد کوچلوار ریاست جمهوری سفارش بده، علیه قالیباف دارن دوم قالیباف رو میچینن، چون نوک تیز حمله این فایل به قالیبافه. من فکر نمی کنم این درست باشه. قالیباف نقاط ضعف زیادی داره، هشدار پذیرتر از این هست که مثلا طائب و بیت و مشتبه بخوام بهش هشداری بدن، زمین که این نوار علیه طائب هم هست. یه عده میگن سعید محمد این کاری کرده. خب سعید محمد هم از قالیباف زیاد خورده هم زده، یعنی سعید محمد مسئول یک هیئت بررسی فساد و شهرداری بوده، این اسناد رو درآورده و این فایل رو حتی به شورای نگهبان داده، گفته میشه این فایل رو یا بخشایش رو برای اعضای ستاد خودش هم پخش کرد. بعد قالیباف نذاشته سعید محمد وزیر دولت رئیسی بشه. الان هم سعید محمد رئیس شورای عالی
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفته میشه اونجا حالا رو بعضی انتصاباتش و بعضی کارها دارن اون باند مقابل کارشکنی میکنن و مثلا این فایل رو دوباره منتشر کرد. من اینم فکر نمی کنم هیجانات و رقابت های بین باندها در اون شدتی باشه که عاملش مثلا یه طیف طرفدار سعید محمد باشه، ضمن اینکه در اینجا قاسم سلیمانی هم در این فایل زیر سوال میره. بنابراین من فکر می کنم گزینه سوم، یعنی نه ضد قالیباف نه در دفاع از سعید محمد، بلکه شاید یک وجدان بیداری، نه یه باندی علیه باند دیگه، یه نفر علیه همه باندها این رو پخش کرده. و ولی این فایل بالاتر از تائب نمیره و این مشکل این به اصطلاح فایل هست. ما ببینیم حسین شریعت مداری، این فایل هم باعث شده یه ریزش های اتفاق بیفته. دو سه روز اینا کپ کرده بودن، بعد حسین شریعت مداری میاد یه جوری جمع کنه ماجرا رو، به اون سوالاتی که در بخش اول گفتم به هیچ کدوم پاسخ نمیده، فقط میگه قوه قضاییه جمع کرده، قالیباف هم عیسی شریفی رو با کلک کشیده داخل. و اما تیتر مقالش اینه: از دشمن انتظاری نیست، شما را چه میشود. و این نشون میده یه ولوله در داخل افتاده. یعنی من واقعا فکر میکنم چون همه این جوانای ولایی آدمایی نیستن وجدانشون رو خاموش کرده باشن و حاضر نیستن آخرت خودشون رو به دنیای یک عده بفروشن، اونها بایستی به فکر فرو برن که به این سوالات بی پاسخ چرا پاسخ داده نمیشه، چرا همه چیز رو دارن ماسمالی میکنن. بنابراین من جمع‌بندی بکنم، به نظرم میرسه این فایل در واقع یه فایلی است که کلیت ساختار و کلیت سیاست‌های حکومت رو جدا از اینکه نیت افشا کنندگانش یا دوباره نش بازنش دهندگانش چی باشه زیر سوال برد. آقای حسنی، این نهادهای نظامی عملا بودجه از دولت دارند، همینطور خیلی از اونها بودجه های دیگری از محل های دیگر هم دریافت میکنن. چه نیازی بوده که به این سمت فعالیت اقتصادی تا این حد بیان تا بتونن بودجه بیشتری رو تامین بکنن؟ و آیا میشه گفت که این افراد و این نهادهایی که با دور زدن تحریم ها چنین کاری رو میکنن به نفعشون هم نیست که این تحریم ها برطرفش؟ آیا این حرف درسته؟ درسته. و در واقع ساختاری که تشکیل شده و البته یک سابقه تاریخی داره از دهه 70 که با این توجیه که در زمان صلح قرار هست از امکانات نیروهای مسلح در خدمت توسعه کشور استفاده بشه، این ورود آغاز شد، به نهادهای نظامی منحصر نماند، به نهادهای امنیتی کشانده شد و بعد امپراتوری‌های مالی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام شکل گرفت که در واقع ما با یک شبکه گسترده‌تری نسبت به فقط حضور نظامی ها در اقتصاد ایران روبرو هستیم. نکته جالب توجه هم این هست که اون شبکه‌های اقتصادی حتی سازمان‌های حسابرسی خاص خودشون رو دارن، یعنی حسابرسی از مجموعه ستاد اجرایی هم در سازمان حسابرسی خاص خودش انجام میشه برای اینکه این صورت‌های مالی منتشر نشن، برای اینکه این شفافیت مالی اتفاق نیفته. نکته این هست که تجمع، بارها هم گفته شده، حتی رؤسای دولت‌های پیشین جاهایی که با سپاه یا دیگر نهادهای نظامی انتظامی امنیتی به مشکل خوردن این رو اشاره کردن، جایی که تجمع قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی جمع میشه، چنین اتفاقهایی شاید طبیعی ترین اتفاقی باشه که رقم میخوره. همونطور که شما گفتید، بخش شفاف این فعالیت‌ها اون بخشی است که در لایحه بودجه سالانه میاد، اون کمک هایی است که از صندوق توسعه یا برداشت ها از حساب ذخیره ارزی پیش از این اتفاق میافتاد، تخصیص هایی است که از این دست هست. اما حضور نظامیون در فضای اقتصادی اساساً با وظیفه سازمانی اونها در تعارض هست و نقض غرض هست. در واقع هدف از فعالیت اقتصادی کسب سود هست و کسب سود این امکان رو به نهادهای نظامی میده، همونجور که در فرمایشات شما بود و در صحبت‌های آقای علیجانی بود، این کسب سود به هر قیمتی این اجازه رو یا این توجیه رو میده که یک روز به اسم تقویت بنیه دفاعی، روز دیگر به اسم دور زدن تحریم ها، یا روز دیگه به اسم اینکه از گروه‌های مقاومت حمایت میشه، هر فعالیت اقتصادی برای گروه‌های نظامی در واقع توجیه پذیر باشه و حضور اونها رو توجیه بکنه.
این حضور یکی از موانع توسعه یافتگی، یکی از موانع فعالیت بخش خصوصی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. در همون مقطع بعد از برجام که شاهد آمدن بسیاری از گروه‌های اقتصادی از کشورهای مختلف بودیم، یکی از نگرانی‌هایی که اونها اعلام می‌کردند، یعنی مشکلی فراتر از تحریم‌ها، مشکلی فراتر از مبادلات بانکی، حضور نظامی‌ها، حضور نهادهای امنیتی و حضور نهادهای غیرپاسخگوی خطرناک در فضای اقتصاد ایران بود که فضا رو و عرصه رو بر فعالیت بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های اقتصادی تنگ می‌کرد. و به این ترتیب قد میکنم. آیا هیچ مشخص است که این حجم پول عملا از چه فعالیت اقتصادی تولید شده؟ ساخت و ساز، نفت، چه مشخصه؟ آیا ببینید بخشی از این فعالیت ها خب روشنه، البته روشن که میگم روشن نیست، اما میدونیم که مثلا نهادی مثل قرارگاه خاتم در چه حوزه هایی داره فعالیت میکنه، اما این باز هم بخش روشن ماجراست. یعنی روشن ترین بخش ماجرا همین فعالیت هایی است که در چارچوب حضور هلدینگ یاس، حضور بنیادهای تعاون، حضور اونها در عرصه های مختلف اقتصادی شکل میگیره. اما بخش پنهان اون گمان زنی هاست یا مبتنی بر گزارش هاییست که برخی رسانه ها منتشر میکنن، مثل فعالیت هایی که در حوزه قاچاق مواد مخدر، در حوزه قاچاق کالا و ارز، یا حتی جعل اسناد، یا حتی انتشار پولهای خارجی جعلی و اینها، یا فعالیت در کازینوها، یا فعالیت در شبکه های فساد بین المللی، مستند به گزارش هایی که برخی رسانه ها منتشر کردن، میشه تصور کرد که بخشی از بخش پنهان این فعالیت ها در اون حوزه ها شکل گرفته و شکل میگیره. البته سندی برای اثبات این صحبت ها نیست، در واقع اون بخش روشن ماجرا یا شفاف ماجرا همون بخش هایی است که با تعاونی های مسکن در دهه 70 آغاز شد، به بنیاد های تعاون در نهادهای نظامی ادامه پیدا کرد و بعد با حضور بسیار گسترده نهادهای امنیتی و نظامی در تمامی عرصه‌های اقتصادی در دهه 80 و در دهه 90 توسعه پیدا کرد. آقای جانی، بارها حداقل در چند سال گذشته، دو سال گذشته، در مورد این فساد چند نفری صحبت کرده بودند یا اشاره هایی کرده بودند، اما در نهایت دو سال بعد از اون هست که این فایل صوتی منتشر میشه و عموم به این شکل از اون مطلع میشن. شما انگشت انتقاد رو به بالاترین فرد در ساختار جمهوری اسلامی، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، نشانه رفتید. آیا فکر میکنید با انتشار این فایل و روشن شدن این مسئله و پاسخگویی که اونها باید در قبال این عدم شفافیت داشته باشند، تغییری ایجاد بشه در فعالیت هایی که این نهادهای نظامی در و فعالیت های اقتصادیشون دارن؟ بسیار بعیده. ببینید، همین که آقای رئیسی رئیس جمهور ایران پاسخ به این سواله، یعنی ما جنایت در حوزه سیاست و فساد در حوزه اقتصاد رو دو روی یک سکه ببینیم. ما این دو روی یک سکه رو الان در سپاه قدس و سیاست خارجی هم داریم میبینیم، یعنی سیاست خارجی ضد ملی و در سایه و هیئتی فساد اقتصادی بیرون در میاد. همون گونه که بعدها شاید باز هم الان ما خوب داریم خبرهای جنگ و عملیات کربلای چهار و بلایی که سر جوانان مملکت اومده رو بعد چند دهه داریم میشنویم، دور نیست روزهایی که ما از سیاست غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، این سیاست ضد ملی، فساد اقتصادیش هم متوجه بشیم. بحث موشک‌سازی که پنهان هست، از لایه پنهان هست، حالا یه بخشش توجیه پذیر هست، یه بخشش توجیه پذیر نیست، ما لایه های فسادش هم بشنویم. ببینید، آمار ارقامی که آقای حسن نیا در این چند قسمت صحبتاشون گفتن، حوزه های فعالیتی که گفتن، من یاد یه تعبیر افتادم که قبلا سردار حکمت در فایلی که داشت و بخشی از فسادهای زیر بیت رهبری رو، شرکت های زیر نظر بیت رهبری رو رو کرد، ایشون به کار برد، گفت مختون سوت میکشه. ببینید، اون فایل هم چند سال پیش در اومد، تو فضای مجازی هست، متن کتبیش هم نشریه میهن شماره 40 منتشر کرده، بینندگان میتونن ببینن. وقتی سعید طوسی تبرئه میشه، این دیگه دم دستترینه دیگه، و شاکیاش در واقع مورد اعتراض و فشار قرار میگیرن، ما باید حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل. بنابراین من فکر میکنم
این مانع مشکل اساسی است، یعنی سیستمی است که دیگه کار نمیکنه، زر و زور و تزویر کار نمیکنه. این حکمرانی مرتب بحران در بحران درست میکنه، نه اقتصادش درست کار میکنه، نه سیاستش درست کار میکنه، نه این توجیهاتی که برای در واقع پوشاندن این افشاگری ها و این داده ها مطرح میشه کار میکنه. این سیستم هم حکمرانیش از کار افتاده، هم توجیهاتش و مشروعیتش از کار افتاده. بنابراین در فرد هم نیست، آقای خامنه‌ای یک نمونه است. این سیستم ما، بذارید یک درس تاریخی از 100 ساله اخیرمون بگیریم. هر جا مقام مادام العمر باشه، قدرت متمرکز باشه، قدرت غیر پاسخگو باشه، در اونجا فساد بیرون میاد. کم و زیاد داره ولی به اصطلاح فساد خیست است. هرچند جمهوری اسلامی با روسیه‌های خودش چهره حکومت سابق رو سفید مالی کرده، ولی این درس تاریخی ماست که هیچ قدرت متمرکز مادام العمر و غیر پاسخگو رو بعد از این در تاریخمون نپذیریم. این راه اصلی مبارزه با فساد. فساد تو همه جای دنیا هست ولی سیستماتیک نیست. به قول برخی اقتصاددان دیگه فساد و برخی کارشناسان سیاسی، فساد دیگه سیستماتیک نیست، اوتوماتیکه. یعنی هر کسی هر جا قرار میگیره فکر میکنه سیستم باربندیه، باید بار خودش رو ببنده. ممنونم از شما آقای علیجانی، مطمئنم در این مورد بحث بیشتر خواهد بود، در آینده هم در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنون از هر دوی شما که به ما پیوستید در این برنامه. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی، و همینطور آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی که با ما بودند، و ممنون از شما که در این برنامه همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.